با سلام خبرهای امروز ایران فردا را به سمع و نظرتان میرسانیم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از دخالت لوجستیکی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در درگیری های عراق خبر داده و گفته این دخالت به درخواست مقام های کردستان عراق صورت گرفته است به گزارش سایت قوم فردا آقای رحمانی فضلی گفت حمایت های سیاسی، پشتیبانی های لوجستیکی، مشورتی و اقدامات مشترک در جاهایی که لازم بود منجر به آزادی برخی استانهای این کشور شد. وزیر کشور افسوده حسن روحانی سقوط شهرهای بغداد و زیارتی شیعیان را جزء خطوط قرمز ایران اعلام کرده و گفته در صورت حمله به این شهر محدودیتی برای ایران در نوع عملیات وجود نخواهد داشت رحمانی فضلی اضافه کرده پس از حمله گروه داعش به کردستان عراق مقام های این منطقه از ایران درخواست کمک کردند که جمهوری اسلامی علاوه بر مشاوره نیروهای آنها را هم سازماندهی کرد از سپاه پاسداران به عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی در عراق نام برده می شود که برای مقابله با پیشروی داعش تعداد قابل توجهی نیرو وارد خاک این کشور کرده است مقام های وزارت خارجه ایران همواره گزارش های مبنی بر دخالت نظام جمهوری اسلامی در عراق را رد کرده و فرماندهان نظامی نیز در این خصوص سکوت اختیار کردند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید برخی شرکتها و کشورهای اروپایی و آسیایی در روند خرابکاری هسته‌ای دخالت دارند در همین حال معاون این سازمان نیست از کارگزاری بدافزارها در کارخانه تبدیل دی اکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی خبر داد این برای چندمین بار است که جمهوری اسلامی غرب را متهم به خرابکاری نرمافزاری در تأسیسات هسته‌ای خود می‌کند معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از شناسایی و جلوگیری از خرابکاری های سخت و نرم افزاری ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا از زاران گفت در یک سال گذشته چندین مورد بدافزار داشتیم که شناسایی شدند. به گفته آقای زاران پیش از راهندازی کارخانه تبدیل دی اکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی که چند روز پیش ابتدا شد چند دین بدافزار در این کارخانه شناسایی و خونسا شده است آقای زاران کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را به تلاش برای اختلال در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت که در آزمایشگاهی در ایالت نیومکسیکو آمریکا فراینده خرابکاری در صنعت هسته‌ای ایران دنبال می‌شود. معاون حفاظت و امنیت هستی سازمان انرژی اتمی تصیح کرد توانسته در زمینه مقابله با خرابکاری صنعتی 100 درصد به صورت نرمافزاری و سخت افزاری و با همکاری مراجع مربوط از جمله وزارت اطلاعات از این فرایند جلوگیری کنیم از زاران از تأسیس آزمایشگاهی برای بررسی تجهیزات مرتبط با صنعت هستهای خبر داد و افزود این آزمایشگاه در جهت خونسا کردن اقدامات خرابکارانه دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی بیگانه ایجاد شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی سال گذشته از دستگیری چهار نفر به علت آنچه که تلاش برای انجام عملیات خرابکارانه در یکی از تأسیسات هسته ایران خواند خبر داده بود. سایت ها و تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران تا کنون چندین بار هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند از جمله در سال 1389 یک بدافزار اینترنتی که به استاکس مشهور شد به سایت هسته ایران و به ویژه مرکز قنیسازی اورانیوم نتنز حمله کرد و حدود یک هزار این مرکز را برای مدتی از کار انداخت رسانه های آمریکایی در آن هنگام گزارش دادند که ستاکس نت پروژه مشترک اسرائیل و آمریکا برای صدمه زدن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده و از آن به عنوان شدیدترین نمونه حمله سایبری به مرکز هسته در دنیا نام بردند به گفته معاون حفاظت و امنیت هسته سازمان انرژی اتمی بخشی از تلاش برای نفوذ در تأسیسات هسته ایران از طریق تجهیزاتی انجام می شود که ایران برای تأسیسات هستهی خود از خارج از کشور خریداری می کند. آقای زارعان با اشاره به آن چه فعالیت دستگاه های جاسوسی بیگانیگان خواند تصریح کرد. دستگاه های بیگانه و عوامل آنان بر سر راه پیمانکاران و خریداران قرار می گیرند و آنها در صدت هستند در تمامی نقاط کشور در فعالیت های هسته ما نفوذ کنند و اضافه کرد روی کرد آنها به فعالیت های هسته جمهوری اسلامی منحصر نیست بلکه در زمین های دفاعی مخابرات و دیگر مراکز حساس و حیاتی کشور این روند وجود دارد در همین رابطه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با قدانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در انهدام پهبادی که سپاه مدعی است آن را منهدم کرده گفت این تقدیر الهی بود که عزیزان ما در نیروهای مسلح اقدامی شایسته و مهم انجام دهند به گزارش خبرگزاری ایرنا علی اکبر صالحی پس از گشایش نمایشگاه تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی با هوشیاری و بیداری کامل از طریق مجموعه دستن در کاران حفظ امنیت و سیانت از تأسیسات حسی در حال فعالیت و سیانت است و مردم نیز مطمئن باشند که همه چیز به خوبی پیش می رود. به همچنین گفت دو هفته قبل مانوری بر روی یکی از تأسیسات که البته نتنز نبود برگزار شد و تجربه بسیار گرانقدر به شمار می رود. در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اعلام خبر سرنگونی هاپیمای تجسسی بدون سرنشین در آسمان نتنز ورود این پهباد را تعرض به حریم هوایی و نقض تمامیت ارزی ایران خوانده است مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه این اقدام را خسمانه توصیف کرد و گفت در مقابل نقض آشکار تمامیت سرزمینی خود اقدام دفاعی متناسب و پیگیری موضوع در سطح مراجع حقوقی و بین المللی را بر اساس نتایج بررسی های لازم و در چارچوب قواعد بین المللی حق خود می دانیم. پیش از موزگیری وزارت خارجه سرتیب امیر علی حاجیزاده فرمانده نیرو هوا فضای سپاه گفته بود که ایران در واکنش به ورود یک پهپاد به خاک ایران تصریح کرانه باختری را تصریح خواهد کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل است. حدود یک ماه پیش و در اوج درگیری های قزه علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مناطق فلسطینی کرانه باختری رود اردن هم باید مانند قزه مسلح شوند. به گفته آقای حاجیزاده شناسایی این هواپیمای بدون سرنشین توسط شبکه یک پارچه پدافند کشوری که مسئولیت آن با ارتش است انجام شده و بعد از رهگیری توسط رادارهای منطقه با موشک زمین به هوای پدافند نیرو هوافضای سپاه سرنگون شده است گفته است روز یکشنبه دوم شهریور ماه سپاه در اطلاعیه اعلام کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین رادار گریز اسرائیلی را که قصد نفوذ به حریم منطقه هستهای نتنز را داشته سرنگون کرده است کارخانه قنیسازی اورانیوم نتنز از جمله تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی است که در استان اصفهان در مرکز ایران واقع شده و بسیار پرمناقش است حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از راه واحد ضد اختشاش زنان در تهران خبر داد. حسن کریمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی طی گفتگویی با سایت نسیم ضمن اعلام خبر تشکیل واحد ضد اختشاش زنان در تهران گفته است در تهران واحد ضد اختشاش زنان راه شده که عمده افراد تشکیل دهنده این یگان افتخاری ولی اعضای اصلی از کادر نیروی انتظامی هستند به گفته فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی بدنه اصلی واحد ضد اختشاش زنان در حد یک گردان و حدود 500 نفر در تهران به صورت آزمایشی راه شده است و آموزش های لازم را فرا گرفتند فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی همچنین گفته ما هیچ اختشاشی از فتنه 88 به شکل معارض با نظام نداشته ایم البته اعتراضات سنفی یا کارگری و یا بر سر موضوعات آب و گاز یا موضوع یک سریال همچون سرزمین کوهن بوده که در واقع اعتراض به حاکمیت و نظام نبوده و ما هم برای احتیاط حضور یافته ایم و در واقع درگیری جدی را غیر از مسئله آب در اصفهان نداشتیم دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده شمار زنان خود در ایران را حدود سه میلیون نفر اعلام کرد خانم ملاوردی گفته است در گذشته الگوی واحدی داشتیم ولی اکنون به الگوی جدیدی به نام زنان خود سرپرست رسیده ایم به گفته خانم ملاوردی این زنان به دلیل بالا رفتن سنشان سن خود سرپرست شدند. و ای ابراز نگرانی از این موضوع گفته است که ما شاهد زنان شدن فقر در خانواده هستیم پس از اینکه رسانه‌ها با انتشار گزارش‌های از مخلوط شدن روغن پالم با شیرخشک کودک خبر دادند، شرکت تولید کننده شیرخشک با انتشار جوابیهی ضمن تایید استفاده از روغن پالم در شیرخشک مدعی شد استفاده از روغن‌های گیاهی که یکی از آنها روغن پالم می باشد برای تولید شیرخشک کودک مجاز است. اما همزمان با انتشار این جوابیه رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ماجرا را از بیخ منکر شد به نوشته روزنامه شرق رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به جای پاسخگویی به زبان تهدید سخن گفته و پرداختن به خبرهای از این دست را در رسانه ها مستاق تشویش اذهان عمومی و قابل پیگیری حقوقی دانسته است این اظهار نظر در حالی است که پیشتر حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز گفته بود که تخلف تولید کننده ها در ایران در استفاده از روغن پالم بسیار بارز بوده از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کردند و به همین دلیل به زودی اسامی آنها اعلام می شود روغن پالم یا روغن نخل دارای درصد بالایی از چربی اشباه شده است که می تواند احتمال بروز بیماری های قلبی و عروقی را به شدت افزایش دهد. حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایسارگران از تلاش دلالان هرزه سیاسی برای تجمیع اکبر حاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن خمینی، حسن روحانی، علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری برای انتخابات آینده مجلس خبر داده است در همین حال محمد ارشدی رئیس ستادهای مردمی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از تشکیل تشکلی به عنوان جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی با رویکرد کمک به دولت خبر داد به گزارش خبرگزاری فارس حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران در یک نشست خبری گفته دلالهایی با تجمیع خاتمی، هاشمی، خمینی، روحانی، ناطق نوری و لاریجانی قصد دارند ظرفیت های نیروهای انقلابی را گرفته و اختلاف ایجاد کنند. دبیر کل جمعیت ایسارگران افزوده دلالان حرزه سیاسی پروژه مواجهه حسن روحانی با باراک اوباما را نیز دنبال می کنند. به گفته وی در میان این دلال ها عناصر فاسد و نفوذی وجود دارد که برای انتخابات آینده مجلس با ایجاد شک، تردید و ابهام در میان مردم میخواهند آرایش نیروهای سیاسی معتقد به نظام را برهم بزنند. فدایی اضافه کرده آنها برای اجرای طرح خود از پشتوانه اطلاعاتی امنیتی و سیاسی برخوردارند و در این راه ممکن است افرادی را نیز گول بزنند به افزوده آنها قصد دارند هاشمی خاتمی و خمینی را تجمی کنند و گروه مرجعی را به وجود آورند و در مراحل بعدی حسن روحانی علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری را به این گروه اضافه کنند فدایی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش های این گروه برای ایجاد ارتباط میان مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داده است. وی گفته این گروه همکنون نیست تلاش می کنند که اگر روحانی به سفرهای خارجی می رود بتوانند وی را با اوباما روبرو کنند و مذاکرات و توافقاتی را ساماندهی کنند. فدایی همچنین نظار کرده این دلال ها می مدلی را طراحی کنند که تضاد و دو قطبی در درون نظام را میان نیروهای انقلابی سامان یابد در همین حال محمد ارشدی که برخی از رسانه ها از او به عنوان رئیس ستادهای مردمی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نام بردهاند از تشکیل تشکلی با عنوان جبهه متحد اعتلاع گرایان ایران اسلامی با رویکرد کمک به دولت خبر داد وی گفت که این جبهه با عضویت برخی از افراد سیاسی با گرایش اصولگرا جبهه پایداری و اصلاح طلب تشکیل شده و افزود که در این جبه از نظرات شخصی و مشورتی افرادی همچون آقای اکبر حاشمی رفسنجانی که نقطه عطفی در اعتدال دارد بهره گیریم ارشدی با برگزاری مصاحبه مطبوعاتی خود را به عنوان رئیس جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی معرفی کرد گفت که برخی از اشخاص احزاب اصلاح طلب اصولگرا اعتدالگرا و حتی بعضی از اعضای جبهه پایداری در این جبهه عضویت دارند وی وعده داد که لیست نهایی هیئت مؤسس و هیئت رئیسی جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی در آینده اعلام خواهد شد و در این حال گفت که این جبهه هنوز مجوز قانونی برای فعالیت خود دریافت نکرده است. آقای ارشدی با این حال از برنامه گسترده جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی برای انتخابات آینده مجلس خبر داد و ابزود از کسانی که خط مشی اعتدالی دارند استفاده می کنیم. مطمئن باشید در مجلس آینده مشی اعتدالگرایی بالای پنجاه درصد کرسی ها را در اختیار خواهد گرفت. رئیس جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی اصلی ترین نکته را در این جبهه تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی خواند و گفت از کسانی که محکومیت قضایی داشته باشند در این جبهه استفاده نخواهد شد. آقای ارشدی درباره اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گفت: درباره فتنه 88 هم موضع ما مشخص است و تابع مقام معظم رهبری هستیم چون صحبت‌های ایشان فصل خطاب است. به اضافه کرد البته کسانی که از فتنه اعلام براعت بکنند یا دادگاه رأی به بیگناهیشان داده باشد و از نیروهای انقلابی باشند در کنار ما خواهم بود رسانه های ایران از حزب اعتدال و توسعه به عنوان حزب نزدیک به حسن روحانی ری جمهوری اسلامی نام میبرند برخی از شخصیت های نزدیک به حسن روحانی و اعضای دولت از جمله محمد باقر نوبخت اکبر ترکان محمد زان مزاده و محمود واعظی از جمله بنیانگذاران این حزب هستند از سوی دیگر با نزدیک شدن به انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی طیف هاشمی رفسنجانی در صدد تسخیر این دو مجلس و قدرت گرفتن بیشتر است موضوعی که با های مداومه تند طیف خامنه ای روبرو شده است. جنرال مارتین دمسی میگوید که اگر شبه نظامیان داعش تهدید مستقیمی علیه خاک آمریکا صورت دهند او برتش دستور خواهد داد تا مستقیما در خاک سوریه علیه این گروه وارد عمل شود رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال گفت که به اعتقاد او گروه داعش در مقطع فعلی بیشتر تهدیدی منطقه‌ای به شمار می روید و هیچ حمله برنامه ریزی شده یا توطئه‌ای نه علیه آمریکا و نه اروپا در دستور کار ایشان قرار ندارد. تغییر لحن آمریکا در خصوص حمله به داعش در سوریه در حالی است که ژنرال دمسی پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در پنتاگون گفته بود که گروه داعش یک تصویر آخرالزمانی در خاور میانه دارد و نمیتوان آن را شکست داد مگر اینکه با آن در سوریه مقابله کرد موجی از حملات تروریستی علیه مردم عراق در استانهای بغداد، بابل و کربلا انجام گرفت که در آن 13 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. به گزارش رسانه ها نخستین حمله تروریستی مربوط به اقدام انتحاری در داخل یک مسجد شیعیان در بغداد بود که همزمان با اذان ظهر انجام شد در این حمله انتحاری دست کم نه تن بر اساس اولین آمارها کشته و بیش از 21 تن نیز زخمی شدند در کربلا هم دو خودروی حاوی مقادیر زیادی مواد منفجره در مرکز این شهر منفجر شد که در نتیجه آن دست کم سیزده تن زخمی شدند در شهر هله مرکز استان بابل نیست تروریست ها دو خودروی بمبگذاری شده را منفجر کردند که منجر به کشته و زخمی شدن هفده تن شد مقامات بلندپایه ترکیه نشستی را با موضوع بررسی وضعیت آوارگان سوری برگزار کردند حضور نزدیک به یک و نیم میلیون آواره سوری در ترکیه چالش های جدیدی را پیش روی دولت این کشور قرار داده است جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار تلویزیون ایران فردا در ترکیه مهیستان بختیاری طولانی شدن حضور آوارگان سوری در ترکیه اخیرا محل بحث و گفتگوهای زیادی رو چه در محافل کارشناسی و چه در فضای عمومی ترکیه در پی داشته بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار آواره سوری که در طی سه و نیم سال که از آغاز نارامی ها در این کشور میگذره به ترکیه اومدن و حالا نامبران از یک اقلیت سوری در دل ترکیه اجتناب ناپذیر هستش. میهمانان خوانده یا ناخوانده‌ای که امروز آرام آرام تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودش رو بر جامعه ترکیه میگذره یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه مطرح هستش این موضوع است که از حدود 1.5 میلیون آواره سوری که در ترکیه هستن، تنها 20 درصد اونها ثبت نام شدن و در اردوگاهایی که دولت به همین منظور برپا کرده ساکن شدن یعنی رقم حدود 220 هزار نفر که در 22 چادر شهر در ترکیه ساکن شدن و بالا بر 80 درصد آوارگان سوریه مقیم ترکیه یعنی رقم معادل یک میلیون نفر دیگه پراکنده در شهرهای مختلف این کشور به صورت قانونی یا چه به صورت غیر قانونی مشغول کار و زندگی هستند. هرچند پیشنهادات و برنامههایی از ابتدا مطرح بود که هر پناهجوی سوری که به خاک ترکیه وارد میشه ثبت نام بشه و از لحاظ آماری و غیر تحت نظر باشه اما این هم در مورد همه این آوارگان صورت نگرفته تصورات ابتدایی بر این بود که این میهمانان مدت زیادی رو در کشور ترکیه نخواهند ماند حالا اما با وضعیتی که کشور سوریه داره طی میکنه و امید کمی وجود داره که در کوتاه مدت اوضاع در این کشور به حالت عادی برگرده خواسته و ترکیه خودش رو میزبان یکونی میلیون آواره سوری میبینه که این اقلیت اجتماعی تاثیرات خاص خودش رو بر جامعه ترکیه باقی میگذاره درگیری میان آوارگان سوری و اهالی شهرهای مختلف ترکیه یکی از این مسائل است که اخیرا زیاد بهش پرداخته میشه به ویژه حضور این آوارگان در شهرهای بزرگ مسائل خاص خودش رو هم در پی داشته این مسائل باعث شد تا این هفته مقامات بلندپایه ترکیه از جمله آقای بشیر آتالای معاون نخست وزیر همینطور مسئولان اداره بلایای طبیعی ترکیه نشستی رو در این رابطه برگزار بکنن و به وضعیت آوارگان سوری بپردازن در این رابطه آقای بشیر اتالای معاون نخست وزیر گفته که در نتیجه حضور آوارگان سوری تغییراتی در برخی ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی شهرهای میزبان رخ داده که دولت در حال بررسی اونها هستش ایشون همینطور بحث انتقال آوارگان سوری به ها رو مطرح کردن و تامین نیازهای اساسی اونها رو و همینطور موضوع مهمتر یعنی مسئله آموزش کودکان سوری و فراهم کردن امکانات آموزشی مورد نیاز در این زمینه همینطور مسئله آموزش زبان ترکی به کودکان سوری که بخشی از این آموزش ها هستش که در این اروگاه و مدارس انجام میگیره ضمنا در پایان این نشست اطلاعی هم ساده شد و در اون به این موضوع اشاره شده که میزان تخلف و ارتکاب به جرم در بین سوری ها به رغم آنچه تصور میشد بسیار کمتر هستش از سال 2011 که بحران در سوریه آغاز شده بالغ بر 3.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور به دیگر کشورهای همسایه از جمله لبنان، ترکیه و اردن پناه بردن اخیرا کمیساری های عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش تعداد کشته شدگان سوری در این کشور رو بالغ بر 191 هزار نفر اعلام کرده که از این تعداد بیش از 8 هزار نفر اونها کودک هستند سخنگوی پتر پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم وی برای انحلال پارلمان کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سویاتسلاو تسگولکو سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت رئیس جمهوری اوکراین حکم انحلال مجلس را صادر کرد. وی افسود پروشنکو از نیروهای دموکراتیک خواست در یک تیم واحد و با گرایش به اروپا در انتخابات دموکراتیک شرکت کنند. اولک مددف مشاور رئیس جمهوری اوکراین هفته گذشته از امکان صدور حکم انحلال پارلمان توسط پروشنکو خبر داده بود. پارلمان اوکراین 450 نماینده دارد و نمایندگان آن هر پنج سال یک بار انتخاب می شوند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که این کشور برگزاری انتخابات در آبخازیا را به رسمیت نمیشناسد. به گزارش وبسایت آذربایجان نیوز، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در این بیانیه از تمامیت ارضی گرجستان پشتیبانی کرد. روسیه در سال 2008 و پس از یک درگیری نظامی با گرجستان استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخت و با این مناطق روابط دیپلماتیک برقرار کرد. جمهوری خودخوانده آبخازیا که تحت حمایت روسیه است، سرزمینی با 8660 کیلومتر وسعت در غرب قفقاز و کرانه شرقی دریای سیاه واقع بوده که حدود 242 هزار نفر جمعیت دارد که بیشترشان تابعیت روسی دارند پایتخت این جمهوری بندر سخومیست. است فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه مانوئل والس نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد دفتر آقای اولاند در بیانیه گفته است دولت جدید امروز سهشنبه مطابق مسیری که رئیس جمهوری تعیین کرده تشکیل خواهد شد. جزیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در پاریس آقای محمد رضا شاهید. روز گذشته به خواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور آقای اولاند بعد از استعفای نخست وزیر بار دیگر وی یعنی آقای مانوئل والس معمور تشکیل کابینه جدید شد این ترمیم تنها بعد از 147 روز نخست وزیری آقای وال صورت می گیرد و ماجرا از اونجا آغاز شد که سه وزیر اقتصاد، فرهنگ و همینطور آموزش و پرورش انتقاداتی به دولت و همینطور به راه و کار رئیس جمهور آقای اولاند نشون دادن پس طبیعی به نظر می رسید که دیگر جایی برای این سه نفر در کابینه دولت وجود نداشته باشه از اونجا که قرار است نام وزرا عصر امروز اعلام بشود تا لحظه مخابره این گزارش هنوز از نام دقیق و فهرست وزرا اطلاع کافی در دست نیست اگرچه گمان هایی وجود داره اما خبر بسیار مهم دیگر 23 سومین کنفرانس سالانه سفرهای فرانسه است که به سنت هر سال تمام سفرهای فرانسه از کشورهای محل مأموریتشون به پاریس میان و در یک نشست یک هفتهی دیدگاه های خودشون رو از کشورهای محل شغلی به مشورت و آگاهی در وزارت خارجه میگذارند. در همین رابطه وزیر خارجه فرانسه آقای لوران فابیوس مصاحبه طولانی داشته با نشریه فیگارو که بخشای از نکات اون رو برای شما در اینجا بازگو میکنم. آقای لوران فابیوس در نگاه کلی به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاده میگوید که با کمی دقت مشاهده میکنید که بیشتر و بیشتر گروه های قدرت وجود داره مثل گروه اسلامی بیان که قدرت دیگری و قدرت خاص دیگری وجود داشته باشد که بتواند این قدرت ها رو کنترل کنه دیگر هیچ دولتی مانند گذشته در اقمار دو قطب که داشتیم وجود ندارن و نمیتوانند یک تنه مدیریت جهان رو عهده دار بشوند به گفته آقای فابیوس مسئله کریمه اوکراین روسیه یا حکومت اسلامی در اصل فرقی نمی کند آنچه که مهم است امروز نیاز به جدیت و همزمان نیاز به گفتگو وجود دارد او میگوید که فراموش نکنید گروه اسلامیون القاعده را حتی به حد لازم جدی و خشن نمیدانند موضوع اصلی فقط احتمالا سوریه و یا عراق نیست به عقیده آقای فابیوس اروپا مورد تهدید قرار گرفته و به گفته او به همین دلیل است که آقای اولان در ابتکار برگزاری یک کنفرانس بین المللی است در موضوع دیگر آقای فابیوس میگوید که قتل روزنامه نگار امریکایی جیمز فولی رو ناشی از وضعیت مشترک سوریه و اراق میدونه و اضافه میکند که برخی میگویند که فرانسه کاری انجام نداده و بعد به بیا یاد میآورد که اولین باری که ما فرانسه در مورد این بحران هشدار دادیم نه حزب الله اونجا بودند و نه تروریست ها در سوریه مستقر شده بودند آقای فابیوس میگوید که ما در سال 2013 باید واکنش نشان میدادیم همطور که خانم کلینتون هم در کتاب خاطراتش به این موضوع اعتراف کرده است به حال به عقیده آقای فابیوس باید پذیرفت که بشار اسد یکی از عوامل ازدیاد و گسترش تروریسم در منطقه است به حال آقای فابیوس اضافه میکنه که شاید ایده ای آقای اوباما و دولت او رو مورد انتقاد قرار بدن اما باید به یاد بیاوریم که بسیاری از مردم امریکا از جنگ هستند در پایان در برابر این پرسش که ضعف و قدرت فرانسه در کجاست و چیست آقای فابیوس میگوید که ضعف ما محدودیت امکانات ماست ولی در برابر امتیازات ما یک کشور 65 میلیونی ما اولین شبکه فرهنگی رو در جهان داریم سومین شبکه دیپلماسی از آن ماست ما عضو دائمی شورای امنیت هستیم ما پنجمین قدرت اقتصادی جهان ما سومین قدرت جهانی در کمک رسانی در سراسر جهان آقای فابیوس میگوید که غرور یک عیب است اما کوتهبینی هم همینطور و در برابر موضوع مهمی مثل اسرائیل و فلسطین طبیعی است که ما نتوانیم به تنهایی مشکل را حل کنیم دیگر قرن بیستم تمام شده و دیگر نمی شود که دو نفر در گوشه از یک اتاق سرنوشت جهان رو تعیین کنند همیاری و گفتگو اولین چاره کار است. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان گفته نقد سراسر سیاه دولت محمود احمدی نژاد منصفانه نیست. به گزارش ایسنا آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بو علی سینای همدان همه, همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای ضعف‌ها و قوت‌هایی دانسته است. وی اضافه کرده اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی نژاد است که با حمایت علی خامنه ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت با این خبر به پایان گزارش های این ساعت می رسیم با سپاس از همراهیتان شما را به پروردگار بزرگ می سپاریم